روسیه به اساس گزارش‌های استخبارات آمریکا با طالبان و گروه‌های وابسته‌اش در افغانستان در بدل کشتن سربازان آمریکایی انعام پیشنهاد کرده. گزارش شده که شما با همتای روسیه‌تان سرگی لاوروف در این باره صحبت کرده اید. نخست آیا به این گزارش‌ها باور می‌کنید؟ هیچگاهی درباره مسائل استخباراتی آمریکا حرف نمیزنیم. حتی اگر کدام خبرنگار مطمئن باشد که از آنچه میگذرد آگاه است. آنچه ما گفته ایم این است: اگر روسها در بدل کشتار آمریکایی ها یا دیگر غربی ها پرداخت پول را پیشنهاد کنند، بهای بی‌نهایت سنگین خواهند پرداخت. این را من با وزیر خارجه سرگی لاوروف در میان گذاشتم. میدانم که نظامیان ما با رهبران ارشدشان نیز صحبت کردند. ما این را تحمل کرده نمیتوانیم. پس این را به سرگی لاوروف گفتید؟ حداقل فکر میکنید که اطلاعات موثق است؟ این را واضح ساختیم. تاریخ را میدانیم. میدانیم که روس‌ها در گذشته به طالبان اسلحه دادند. درست؟ میدانیم که امروز هم ایرانی‌ها آنان را مسلح می‌سازند. این حقایق را میدانیم. انتظارهای ما را با آنها واضحاً بیان کرده‌ایم و ما آنچه را که باید انجام دهیم انجام می‌دهیم تا از هر سرباز آمریکایی و یا سرباز جمهوری چک و هر کشور دیگر که بخشی از مأموریت حمایت قاطع است حمایت کنیم و مطمئن شویم که در امان هستند. این کار را کرده‌ایم. سال گذشته این کار را کردیم و امسال نیز چنین خواهیم کرد و تا زمان این کار را می‌کنیم که در افغانستان رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه اخیر خود گفت که پیش از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین در این باره برایش معلومات داده نشده بود. نباید چنین میشد؟ این را به قصر سفید واگذار میکنم که رئیس جمهور درباره چه اطلاعات دریافت کرده و درباره چه نکرده. در هر مورد وقت هر یک از اعضای تیم امنیتی ملی نزد رئیس جمهور آمده و گفته است آقا این نگرانی را داریم، در این بخش خوب عمل نکرده ایم، رئیس جمهور آن را جدی گرفته. به این موارد نه تنها پاسخ کاملا مناسب داده ایم، بلکه چنان عمل کرده ایم که مردم ما در امان باشند.